خامنه‌ای در روز 15 اسفند چند روز پس از شکست نمایش انتخاباتش سکوت را شکست و در حالی که به بهانه درختکاری به صحنه اومده بود گفت مشارکت یک جهاده. در همون روز هم آخوند جنتی در آخرین اجلاس خبرگان فعلی و در آخرین اظهار نظرش به عنوان رئیس خبرگان نظام گفت مردم سرفرازی نظام رو رقم زدن و طراحی دشمن رو برهم زدند. برای بررسی این اظهارات همراه هستیم با آقای عزیز پاکنژاد، عضو شورای ملی مقاومت ایران. آقای پاکنژاد سلام میکنم خدمتتون، خوش اومدیم به برنامه ما. من خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی سلام عرض میکنم. آقای پاکنژاد، اگر حرف جنتی رو کسی بخواد باور کنه، بلافاصله این سوال واسش پیش میاد که چرا خامنه ای بعد از یک سال فراخوان برای حضور در این نمایش از حماسه حضور دم نزد؟ مقامات و رسانه‌های بفهمید شما. بفهمید باید که جنتی میگه، جنتی طبعا معمول کنترل حرفاشو نداره، چیزایی که میگه مفهوم نیست. بنابراین وقتی میگه که مردم با بصیرت دینی طراحی دشمن رو بی اثر کردن و نشون دادن درک عمیق سیاسی دارن، در یک جمله به رسم روزخونا هم دین و هم سیاست رو با هم مخلوط کرده و این جمله از دهنش در اومد. ربطش هم به نمایش انتخابات اینه که مثل رهبرش باید بالاخره یک اظهار نظری کرده باشه که شکست نظام رو مخفی بکنه. اما خامنه ای بعد از 4 روز همونطور که خودتون گفتید اتفاقا از حماسه صحبت میکنه، اما حساب شده. یک سال تلاش کرده که این نمایش در حدی باشه که بتونه یک پیام مثبت رو برای نظامش به جاهای مختلف مخابره بکنه. حرف اصلیش اینه که میگه مردم با حرکت بزرگ و حماسه آمیز خود در 11 اسفند به مواجهه با تلاش دشمنان رفتند، بنابراین این حرکت یک جهاد بود. بعدم سریع از قضیه فرار میکنه. این ادعای مسخره رو هم در حالی میکنه که میدونیم که همطور که خودتون هم گفتید بارها در سیمای آزادی، نفرات اول تهران و بسیاری از شهرها بر اساس گفته‌های خودشون و سایت‌های خودشون مثل دیدبان ایران و اینا با درصد ناچیزی بالا اومدن، بین 2 ماکسیموم 8% که 8% در 2 شهر بوده فقط. تازه این آمارا هم مدیریت شده بوده و به نظر من فضاحت باره، نه حماسه آمیز اون چیزی که به کار گرفته خامنه‌ای. اگر حماسه است خب باید ماندگار باشه، باید با جزئیات بهش بپردازه، نه در یک کلمه بگه و ازش بگذره. این نشون میده که انتظار نداشته که تا این اندازه توسط مردم طرد بشه و به لبه سقوط نزدیک بشه. حالا اهدافش چی بوده از کل این ماجرا؟ اول اینکه به مماشاتگران بگه که مشروعیت داره، مردم با اون و سیاستاش همراه هستن، که در این مورد مفتضح شد واقعا با این تحریم. دوم اینکه از نظر درونی کنترل بانداش داره، به حرفاش گوش میدن، در این نمایش روی خوش نشون دادن و اومدن که دیدیم هم نشد. حتی آخوند خاتمیشون اومد گفت که مثلا رأی ندادن. سر و صدای همه باندا هم در این مورد بلند. سوم اینکه خط انقباضی برای پیشبرد سیاست‌های کلی خامنه‌ای تنها راه موجود در جلوی کل نظامه. اینم می‌خواست به همه بگه که اینم با شکست تو این نمایش از طرف باند خودش زیر سوال الان. در آخر هم به مردم این پیام رو بده که رأی دادن یا ندادن، مخالفت کردن یا نکردن، قیام کردن یا نکردن برای اون مهم نیست، و اونا رو بترسونه که راه همون سرکوب و کشتار همیشگی و دائمی هست و از این به بعد هم همینطور خواهد بود، که اینم مردم با مشت محکمی که به دهنش زدن به اون جواب دادن. در هیچ کدوم از این مواردی که عرض کردم موفق نبوده و اتفاقا تعادل قبلی رو هم به هم زده، یعنی اونم به ضرر خودش و نظامش. یعنی از این نمایش هم ضعیفتر هم شکننده‌تر بیرون اومده. اینو همه میگن، خداشون هم دارن میگن تو صحبت‌های مقامات مختلفش، اینا رو علنا میان میگن. مثلا با عنوان ریشه‌یابی میان تحلیل بکنن،
نتیجه یه چیزایی میگن که نتیجهش چماقیه بر سر شخص ولایت فقیه، یعنی ولی فقیه که روی این نمایش سرمایه‌گذاری حیاتی کرده بود. بله، های پاکنژاد، اظهار نظرهای مختلفی به خصوص از طرف مقامات و رسانه‌های حکومتی مبنی بر تایید شکست این نمایش بوده. مثلا پاسار قالیباف روز 15 اسفند در مجلس گفته بود که اگر وضع معیشت مردم خوب بود مشارکت بیشتر میشد. این حرفا رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ ببینید، قالیباف توی این نمایش به سادگی گول جبهه پایداری رو خورد و دیدیم که نفر چهارم تهران شد. یه لیستی داره به اسم شانا، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی اسمشه، که حول محور قالیباف درست شده، تشکیل شده و فهرست انتخابی هم که داده بودن، انتخاباتی هم که داده بودن، اسمش بود ایران سربلند. تو این لیست دو تا کاندید دادن که اخص باند خود قالیباف بود و 10 تا هم کاندید مشترک با بقیه لیستای باندهای رئیسی دادن که مجموعاً 4 لیست می شدن. اینجوری وارد شد و کمترین سهم رو دریافت کرد. چهرهایی که سهم قالیباف تو این لیست متحد اصولگرایان بودن نتونستن تو همون 30 نفر اول قرار بگیرن و حذف شدن، یعنی خود قالیباف فهمیده. جبهه پایداری که طرف اصلیش بود تو یک بازی باندی اول اومد دست اتحاد و اینا داد با قالیباف، ولی گفت لیست مشترک بدیم و قالیباف هم قبول کرد و لیست مشترک دادن و بعد از یه طرف دیگه رفت 3 لیست دیگه هم دادن، همونا همون باندهای دوربر رئیسی و همین جبهه پایداری، شانسشون رو بردن بالا چون 3 تا به هر حال 3 جا بودن اونا، اینا موندن تو 2 تا لیست یا 1 لیست و این باعث تضعیف قالیباف شد و الان هم موقعیتش برای ریاست مجلس بعدی، یعنی مجلسی که برایش انتخابات رو انداختن، نمایش رو انداختن، این الان زیر سواله. 3 نفر از سران همین باندای اصولگرا که رقباش هستن الان اونو به چالش کشیدن برای ریاست مجلس بعدی که میدونیم چقدر به ضرر قالیباف تموم خواهد شد. حرفایی که الان در مجلس گفته به نظر من ناامیدی اون نشون میده که شاید هم بشه گفت پایان عمر ننگین سیاسی اون تو این حاکمیت یک دسته مثل بقیه. حالا باید دید البته که چی میشه، ولی حذف او خیلی وقته که تو دستور کار باند خامنه‌ای و باند رئیسی بوده از قبل. الان هم امیدش به اینه که در مرحله دوم این نمایش که نیمه یعنی نصف دیگه نمایندگان تهران رو باید مشخص بکنه، امیدش اینه که ببینه چی میشه، آیا مثلا این دختر لاجوردی جلاد میاد بالا یا نه تو این به اصطلاح نمایش بعدی که برگزار میکنه. چیزی که میگه اینه، میگه ما به خوبی میدونیم که اگر وضع اقتصادی کشور رونق داشت و اگر بد اخلاقی های سیاسی نبود، نرخ مشارکت در همین دوره نیز متفاوت میشد. یعنی اعتراف میکنه که مردم واقعا شرکت نکردن، یعنی در چارچوب کار خودش. این به اصطلاح اعتراف میکنه که وقتی میگه متفاوت میشد یعنی که مردم شرکت نکردن. یا ادامه میده میگه صندوق رای باید کارایی و گرهگشایی روز افزون خود رو در کارآمدسازی حکمرانی نشان بدهد. اینا هم حرفایی که همیشه میگه. با توجه به تقسیم کاری که برای تمرکز بر مسائل واقعی با قوه مجریه داریم، یعنی رئیسی، باید بدانیم هر گونه اختلاف افکنی و حاشیه روی و دو قطبی سازی قابل قبول نیست، بلکه علاوه بر مسئولیت وجدانی و شرعی نارضایتی مردم رو هم به دنبال خواهد داشت. دیگه روشن‌تر از این نمیتونه بگه که این نمایش با دو قطبی سازی و خالص سازی و کلاهبرداری و این کلکی که بهش زدن به ضرر خودش و کل نظام تموم شده و آینده رو تیر و تار میبینه. نارضایتی مردم هم که اینجا میگه و بیرونقی اقتصادی رو که ازش صحبت میکنه، وقاحته اونو وقاحت بی حد خودشون نشون میده، چون مقصر این وضعیت رو میگه دولت رئیسی و سیاست های اقتصادی که خامنه ای تعیین میکنه میدونه و عنوان میکنه، در صورتی که خودش و باندش و مجلس دزدان و غارتگران و اینا به همراه رئیسی و خامنه ای عاملان اصلی
وضعیت معیشتی و اقتصادی وخیم داخل کشور هستند. به هر حال مردم تو این نمایش به اون و رهبرش یه ضربه شست محکمی نشون دادن و اونا رو به این روز انداختن. بله، خیلی تشکر میکنم آقای پاکنژاد از توضیحاتی که دادین و اینکه بحث رو به خوبی باز کردین. از اینکه فرصت دادین و در این برنامه شرکت کردین خیلی تشکر میکنم از شما. منم از شما تشکر میکنم به خاطر دعوتتون. روزتون بخیر. خواهش میکنم.